By expressing my deep condolences to the families and loved ones of Majid. در ابتدا به خانواده‌ها و نزدیکان مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، این سه معترض اصفهانی که بامداد امروز با وجود نگرانی‌های جدی درباره شکنجه شدند و محاکمه ناعادلانه آنها اعدام شدند، صمیمانه تسلیت می‌گم. در حقیقت فرایندی که به صدور این احکام اعدام منجر شد هیچ شباهتی به یک فرایند قضایی صحیح نداشت. با وجود فشار عفو بین الملل، جامعه جهانی و مردم ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر بیرحمانه به اعدام متوسل شدند تا مردم ایران را مرعوب کنند و روحیه مقاومت آنها را بشکنند. عفو بین الملل این اعدام‌های شرم‌آور را محکوم می‌کند. خانواده‌های معترضان سزاوار عدالت و دانستن حقیقت هستند. از جامعه جهانی می‌خواهیم که به بیانیه‌های محکومیت بسنده نکنند. البته که جامعه جهانی باید این اعدام‌ها را به شدیدترین لحن ممکن و به طور علنی محکوم کند، اما این کافی نیست. مردم ایران وقت زیادی ندارند، چون رژیم با سرعت نگران کننده از اعدام برای سرکوب مجازات استفاده می‌کند. همه دولت‌ها باید با استفاده از صلاحیت قضایی در سطح جهانی درباره همه مقام‌های ایران که مظنون به شکنجه و ارتکاب جرم تحت قانون بین‌الملل هستند تحقیق کنند، با هدف پیگرد و پاسخگو کردن آنها. بدون پاسخگویی نگرانیم که جانهای بسیار دیگری هم از دست خواهند رفت. عفو بین الملل مکرر یافته های شوکه کننده خود را درباره استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفت و اعتراض بیان کرده. اتفاقا این هفته عفو بین الملل گزارش سالیانه اش را درباره مجازات اعدام در سراسر جهان منتشر کرد و ایران بار دیگر جایگاه شرم‌آورش را به عنوان دومین اعدام کننده در جهان بعد از چین و اولین اعدام کننده در خاورمیانه و شمال آفریقا حفظ کرده. بسیاری از این اعدام ها در مورد کسانی اجرا شدند که مرتکب جنایت جدی از نوع قتل عمد نشده بودند و باز هم ایران تنها کشور جهان بود که افراد را برای جرم های مرتکب شده در سن زیر 18 سالگی اعدام می کند. همچنین ایران اولین اعدام کننده زنان بود. سال گذشته 12 مورد اعدام زنان در ایران و 1 مورد در عربستان ثبت شد و گزارش دیگری از اعدام زنان در باقی جهان نداشتیم. با وجود این جنایات شرم‌آور و استفاده از مجازات مرگ، به باور ما جامعه جهانی برای متوقف کردن ماشین قتل جمهوری اسلامی و این مجازات غیر انسانی به اندازه کافی اقدام نکرده.